سلام و وقتتان بخیر. امروز یک شنبه 21 میزان سال 1398 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 13 اکتبر سال 2019 میلادی. با خبرهای این ساعت از آریانا و آریانانیوز با من به استودیو خوش آمدید. در نخست هم سرخط خبرها. رئیس‌جمهور آمریکا بر از سرگیری گفتگوهای صلح با طالبان. نقش پلیس را در افغانستان داریم. ما 19 سال در آنجا بودیم. من از شما میخواهم که این چیزها را بفهمید. ما باید نیروهایمان را دوباره به افغانستان بیاوریم. بازرسی موترهای زرهی اعضای شورای ملی از سوی پلیس. وکیل مسئولیت خپل صرف یوازې د ده خبرې دي، نه د ده پیکار، نه د ده راکیټ او نه د ده نور غیرقانونی عملونه. و تلاش پاکستان به حل بحران میان ایران و عربستان. مشروع خبرها. ایالات متحده آمریکا در حال رایزنی برای از سرگیری گفتگوهای صلح با طالبان است. ولسوال جورنال نوشته است که نمایندگان آمریکا در دیدارشان با مقامهای طالبان در پاکستان روی از سرگیری مذاکرات صلح با هم رایزنی کردند. در این دیدار روی تبادله زندانیان و کاهش خشونت‌ها نیز بحث شده است. از سوی دیگر رئیس جمهور آمریکا یک بار دیگر بر خروج نیروهای این کشور از افغانستان تاکید می‌کند. وال استریت جورنال به نقل از شماره از اعضای اشتراک کننده نشست نمایندگان آمریکا با مقامهای طالبان در پاکستان نوشته است که این گروه در جریان دیدارشان با مقامهای طالبان در پاکستان در ماه گذشته روی اثرگیری گفتگوهای صلح با هم گفتگو کردند. در این نشست به قول شماری از اشتراک کنندگان آن در مورد اعتماد سازی میان دو طرف از بحر تبادلی زندانیان و کاهش خشونت‌ها در افغانستان رایزنی صورت گرفته است. از سوی دیگر رئیس جمهور آمریکا یک بار دیگر بر خروج نیروهایش از افغانستان تاکید دارد و میگوید سربازان این کشور نقش پلیس را در افغانستان دارند. ما نقش پلیس را در افغانستان داریم. ما 19 سال در آنجا بودیم. من از شما میخواهم که این چیزها را بفهمید. ما باید نیروهایمان را دوباره به افغانستان بیاوریم. از این اظهارات ترامپ ظاهرا معلوم می شود که وی از درازترین جنگ آمریکا در افغانستان خسته شده است و می خواهد هر چیز زودتر بر حضور نیروهای کشورش در افغانستان نقطه پایان بگذارد. او می گوید مخالف ورود آمریکا به عراق نیز بوده است. این جنگ های بی پایان هرگز کاهش نمی یابند. خطر بزرگی که برای جوامع مسیحی پس از ورود ایالات متحده آمریکا به عراق وارد شد غیر قابل باور بوده است و من مخالف آن بودم. هرچند در یک هفته این دومین بار است که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بر خروج نیروهای کشورش از افغانستان تاکید دارد، اما از زمان دقیق خروج این نیروها چیزی به زبان نمی آورد. پلیس امروز بار دیگر در جاده منتهی به شورای ملی به بازرسی موترهای زرهی اعضای شورای ملی پرداخت. نمایندگان پیشین مجلس در واکنش به تنش بین مجلس نمایندگان و وزارت داخله میگویند که اعضای مجلس در انتقال سلاح‌های بدون مجوز و موترهای زرهی بدون اسناد مسئولیت قضایی ندارند و باید زیر بازرسی بروند. برخی اعضای مجلس هم نشست اصراری نمایندگان را غیر رسمی و خلاف کشور و خلاف کار شیوه‌های شورای ملی می‌خوانند. باعث حیات با شرح بیشتر. جاده دارلمان، خیابان منتهی به شورای ملی. پس از تنش تازه بین پلیس و نمایندگان مجلس، اینجا پلیس بار دیگر موترهای زرهی بدون پلید و شیشه دودی را به بازرسی گرفته. به ویژه موترهای اعضای دو مجلس که از این جاده رفت آمد میکنند. انتقادها از آنچه که قانونگریزی و سوء استفاده اعضای مجلس از موقفشان خوانده میشود بالا گرفته است. قانون که مستثنا ای څوک نشته ده. وکیل مسئولیت خپل صرف یوازې د ده خبرې دي، نه د ده پیکار، نه د ده راکیټ او نه د ده نور غیر قانونی عملونه. نجیم کارگر از برخورد برخی اعضای مجلس خاطره تلخی در ذهن دارد. میگوید در محله زندگیش باری از سوی یک عضو مجلس لط و کوب شد، به این دلیل که موتر حاملش اجازه سبقت به موتر عضو مجلس را نداده بود.
درگیری لفظی نبود، درگیری به خشونت بود که لات کوب کردن یا با دست وار کردن و لغت و به چیزا گذار میکردن. بله پلیس استاد میکنن و وظیفه شان از پرسان میکنن، یک پرسان کردن عیب نیست و یا هیت یک چی میکنن که میگه ما را باید هیچ کس استاد نکنن. در داخل مجلس برخی نمایندگان میپذیرند که نشست اضطراری مجلس در پی برخورد پلیس با برخی نمایندگان غیر رسمی و خلاف قاعده کار شورای ملی بوده است. بعضی کمکاری های وجود داره که هم پارلمان باید بیاموزه که چطور اون مشکل خود را با ادارات امنیتی باید حل بکنن تا نشود که بار بار از طرف ارگان های امنیتی اونا استاد شوند. ما خواهان بررسی قانونی این مسئله هستیم تا مسئله به صورت واضح مشخص بشه که از کجا جنجال شروع شده، چه کسی مورد اتهام قرار گرفته و یا کسی مورد آزار و اذیت قرار گرفته و در نهایتش جنجال شده. نمایندگان میگویند که نه پلیس حق توهین به اعضای مجلس دارد و نه نمایندگان صلاحیت قانونگریزی در برابر دستور پلیس. تنش بین دو طرف وقتی آغاز شد که نظامیان در جاده پلچرخی با بازرسی موترهای برخی اعضای مجلس پرداختند. گشت و گذار موترهای شیشه سیاه و فاقد اسناد چالش‌های جدی امنیتی را به دنبال دارد و پلیس باید تمامی این وسایل را مورد بررسی قرار دهد. شماری از اعضای مجلس سنا با ابراز این مطلب میگن که کارکردهای نیروهای پلیس در این راستا قابل ستایش است، اما نباید برخوردهای سلیقه‌ای و سیاسی نمایند. در همین حال رئیس مجلس سنا تاکید می‌ورزد که نباید جلوی کارکردهای قانونی پلیس گرفته شود. رفیع صدیقی گزارش می‌دهد. پلیس در یک اقدام بی‌پیشینه بررسی موترهای شیشه سیاه و فاقد اسناد را آغاز کرد و در گام نخست این بازپرس از وسایط اعضای شورای ملی آغاز شد و این کار واکنش‌هایی را نیز به دنبال داشت. شماری از اعضای مجلس سنا می‌گویند که در برخی موارد برخورد پلیس غیر قانونی است و بزرگان کشور مورد توهین قرار می‌گیرند. موږ د خپل ملي امنیتي ځواکونو پر رهبری باندې او پر مشرانو باندې اجازه کوو چې هغه خلک چې ولس او خلک غواړي چې فیصله ما بینس کې پیدا کی، هغه خلک باید بنشه کی، هغه خلکو ته باید سزا ورکول سي چې زموږ د ملت ته استازو زموږ د سپینژورو خوسندانې پیساب بې احترامي بې عزتیا ده. د ټول افغانستان بې احترامي او بې عزتیا ده چې یعنی پیساب نه یوازې سناتور هغه سپینژری هم دی. امروز شورای ملی افغانستان توهین میشه نه یک فرد. امروز عزت شورای ملی در سطح ملی و بین المللی زیر سوال است. بر ما هیچ نوع اتوریته سیاسی در سطح ملی و بین المللی نمانده. اما شمار دیگری از سناتوران از عملکرد پلیس برای بررسی موترهای شیشه سیاه استقبال میکنند. نیروهای پلیس ما اینا صرف به خاطر تنفیذ قانون هستند، مجری قانون هستند، ولی امروز اینا در سنگرهای داغ میرن می جنگن و قربانی میتن. ما نباید قربانی نیروهای امنیتی و دفاعی خود را فراموش کنیم. تقاضای ما ایست که موترهایی که غیر قانونی هستند اینا باید برزی یک تدابیر گرفته شوه. وکیل دې چنه پورته د جګې ته به د غیر قانوني موټر د استفادې لپاره ورته سیستم جوړیږي، او کچیرې دا د واو جیم او میم جیم موټرونه تاسو ګوري زه تاسو ته وایم چې تاسو یوارې پولیس ته همکاري غواړي چې یو سروې وکړي چې څونه موټر څو سوه موټر واو جیم او میم جیم موټرو باندې نمبر پلیټو باندې ګرځي. در همین حال رئیس مجلس سنا تاکید میورزد که نباید جلو فعالیت های قانونی پلیس گرفته شود. په کابل کې په نور ځایونو کې کوم زش برخورد لري، لکه څنګه چې قاري صاحب یادوري وکړه د پولیسو د مشرتابه نه د اعلی سر قمندانې یا د ګرنیزون د مشرتابه نه زموږ غوښتنه دا ده چې که لږ څه تربیتي ورکشاپي پروګرامونه ورته جوړ شي تر هغه برخورد د خلکو سره لږ په هغه شکلي چې د یو مسلکي پولیس د ادرس نه وشي دا به درسته خبره. این گفته ها در حال ابراز می شود که از چند سال به این سو شماری از اعضای شورای ملی با استفاده از پلیت های واو جیم و میم جیم در شهر گشت و گذار می کنند، در حالی که سند های وسایط دتن از هیئت اداری شورای ملی ثبت بوده و قانونی است.
یک منبع از کمیسیون مستقل انتخابات از تغییر فاحش در شمار رای دهندگان خبر می‌دهد. این منبع با آریانا نیوز می‌گوید نرم افزار دستگاه بایومتریک باید 48 ساعت پس از برگزاری انتخابات دو گزینه اصلی شمار رای دهندگان و فهرست رای دهندگان را ثبت می‌کرد، اما چنین کار نشده است. منابع می‌گویند که کمیسیون اکنون مصروف این روند می‌باشد. اعضای کمیسیون می‌گویند روند ثبت نام آرا جریان دارد و آرای بدون بایومتریک هم باطل است. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم علی اصغری. در ماده هشتم طرز العمل کمیسیون مستقل انتخابات آمده است که عکس اصل فرم نتایج و فرم تکمیل شده دیجیتالی مهمترین مواردی هستند که مطابق لایحه طرز العمل ظرف 48 ساعت پس از روز رایدهی به مرکز ارسال می شوند. در بخش از این فرم دو فاکتور اصلی است که شمار رایدهندگان و هم فهرست رایدهندگان را در بر می گیرد و این دو مورد از سوی دستگاه نشانی می شود. اما یک منبع از کمیسیون می گوید نرم افزار بایومتریک این دو گزینه را در فرم اصلی نتایج بیرون نداده و همین موارد باعث شده است که روند ثبت دیتا با تاخیر 13 روز و تفاوت فاحش در ارقام رای دهندگان مواجه شود. تقریبا آغاز هم شده، ما فقط منتظر می هستیم که توافق ناظرین کاندیدا و احزاب سیاسی و مشاهدین داشته باشیم. انتقال دیتا به سرور با کندی روبرو شده و این مورد کماکان بخش تکنیک کمیسیون و ناظران دسته های انتخاباتی را به چالش کشیده است. از این رو در یک رایزنی تصمیم بر این شد که انتقال دیتا از طریق کامپیوتر و با سرعت صورت گیرد. در آخرین تحلیل ما به این نتیجه رسیدیم که یگانه شیوی که انتقال دیتا میتونه به سرعت صورت بگیره و شیوی است که از طریق کامپیوتر باید شود. کار په باندې روان ده چې موږ ته اطمینان راکړي هغه مواد یا هغه ډیټا چې سرور ته ترانسفر کیږي په مسؤون ډول باندې ترانسفر کیږي. معلومات آرای 26 هزار محل که قبلا به نرم افزار مبدل شده بود بار دیگر از سوی کمیسیون انتخابات برای خلا در کار دستگاه بایومتریک از سر گرفته شده و مقام ها میگویند معلومات نزدیک به 23 هزار محل دیگر وارد سیستم شده است. نظر به تقویم انتخابات، کمیسیون باید نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را در 27 هفتم میزان اعلام کند، موردی که تا هنوز یک دیدگاه مشترک حتی میان کمیشنران خود کمیسیون هم ایجاد نکرده و علتش هم شاید همین مشکلاتی است که در بخش دیتا انتری در کمیسیون انتخابات می باشد. علی اصغری، آریانانیوز. ولسوالی علاسای ولایت کاپیسا سالها می شود که ناامن است و حاکمیت دولت در آن کمرنگ است. باشندگان این ولسوالی می گویند نیروهای امنیتی تنها تا ساعتهای 3 بجای روز بر بخشهای کلیدی این ولسوالی کنترل دارند. فرمانده پلیس کاپیسا هم می پذیرد که هنوز هم در این ولسوالی بهبود به میان نیامده، اما از سرریزی عملیات نظامی برای گسترش حاکمیت دولت در این بخش سخن می زند. شهپور فرهمند در این مورد گزارش تهیه کرده است. این مسیر پرخطر برای نظامیان افغان است که میخواهند به ولسوالی علسای از ولسوالی های هفتگانه کاپیسا بروند. ولسوالی که در 18 سال گذشته امنیت در آن بهبود نیافت و در این مدت مردمانش زیر پرچم طالبان و حکومت زندگی کردند. علسای تقریبا 18 سال است که همین رقم است. چون از طرف حکومت مرکزی حمایت جدی نشده که تا نیروهای امنیتی دفاعی ولایت کاپیسا توانمندی بیشتر پیدا بکنن و مناطق بیشتر تصرف بکنن. شبانگاه ها حاکمیت حکومت در این بخش ها به پایگاه های نظامی و ساختمان های دولتی خلاصه می شود. به گفته باشندگان این ولسوالی سال هاست که در میان درگیری های دو طرف آسیب های جدی برایشان وارد شده است. ده یو سلسله غرنی سیمه ده چه تگاب که مشکل است، طالبان دی پالاسای کشته په نجراب غین افغانیا پچغان داسیمه چې دام داسې سلسله لري د نجراب د کوبند د کوبندو سره. ولسوالی های تگاب و علسای از ناامن‌ترین مناطق در کاپیسا هستند، مناطقی که در سالهای اخیر به مرکز تجمع شورشیان مسلح مبدل شده است. فرمانده پلیس کاپیسا میپذیرد که هنوز در علسای بهبود به میان نیامده است. ولسوالی علسای بهبود هم نامده و کمبود هم نامده، مو حالات قرار داریم، اما نیروی امنیتی و دیپایی هم سایه خود حفظ کرده، بعد از یک تحت زیر یک پلان و مساحره هم انکشاب داده میشه.
کاپیسا در چند سال گذشته از مناطق اصلی ماموریت نیروهای فرانسوی بود. سربازانی که برای کمک به حفظ صلح و بازسازی به افغانستان آمدند. نیروهای فرانسوی بارها با شورشیان مسلح درگیری‌های سنگینی داشتند و تلفات زیادی دیدند. اما اکنون در این ولایت نه نیروهای فرانسوی ماموریت دارند و نه امنیت بهبود یافته است. نظامیان افغان تنها باید برای این ولایت تامین امنیت کنند. نابینایان کشور از عدم دسترسی به مواد آموزشی شکایت دارند. آنان میگن که هیچ توجهی از سوی دولت نسبت به آنان صورت نگرفته است و در بسیار موارد به دلیل نبود منابع از حق تحصیل محروم شده‌اند. کمیسیون حقوق بشر نیز با پذیرفتن چالش‌های جدی گوناگون فراراه نابینایان در کشور میگوید که دولت در فراهم ساختن زمینه‌های آموزشی و استخدام این قشر جامعه در ادارات دولتی ناکام بوده است. در آستانه روز جهانی نابینایان تحت عنوان روز جهانی عصای سفید، کمیسیون مستقل حقوق بشر مرکز منابع مواد آموزشی برای افراد دارای معلولیت حسی را افتتاح کرد. اما نابینایان از عدم دسترسی به مواد آموزشی شکایت دارند و میگویند در برخی موارد به دلیل نبود امکانات آموزشی از تحصیل باز میمانند و دولت نیز هیچ توجه به آنان نکرده است. چرا امروز دولت بر ما توجه نمیکنه و بارها افراد نابینا را از حقوق و امتیازاتشون محروم کردن؟ دولت خواهش ما است که کتاب های صوتی یا الکترونیک و ما آماده بسازن تا ما خوب درس خوانده بتانیم تا استفاده خوب از اونها کنیم. یک کم به توجه داشته باشه که همین مواد درسی ما را یعنی بر ما آماده بسازن. کادرهای داریم به مقطع لیسانس و ماستر در بخش معلولین خصوصا نابینایان که امروز بیکار هستند و از بیکاری رفتن دکان جور کردن و یا یک کراچی در لب سرک ماندن یک چیزی مفروشن. متاسفانه کمیسیون حقوق بشر نیز از نبود زمینه‌های کاری برای افراد دارای معلولیت انتقاد دارد و خواهان تغییر نگرش جامعه به توانایی افراد معلول، اشتغال زایی و دسترسی آنان به آموزش است. متاسفانه مشکلات فراوان در روبروی افراد دارای معلولیت وجود داره. ساختارهای اجتماعی و همچنان ساختارهای دولتی زمینه های لازمه برای رشد و شکوفایی این طبقه از افراد فراهم نکرده. در این میان کسانی هم هستند که معلولیت را نادیده گرفته و با تلاش هایشان به موفقیت دست یافته اند. بنفشه کسی که با وجود چالش های فراوان توانسته است دو سند مستری داشته باشد و اکنون نیز در یکی از ادارات به عنوان کمیشنر اجرای وظیفه کند. طبیعتاً در دوران تحصیل هم مشکلات بسیار زیادی را داشتم، ولی با حمایت هایی که از طرف خانواده می شدم و با تلاش و کوشش زیادی که خودم همیشه می کردم کوشش کردم که از این موانع عبور بکنم و تا امروز با بتانم خود در این حد برسانم که البته هنوز تا موفقیت فاصله زیاد هست. این در حال است که هنوز هم رقم دقیق از افراد دارای معلولیت به ویژه نابینایان در کشور در دست نیست. با خبرهای اقتصادی خوش آمدید. بانک جهانی پرداخت نزدیک به 100 میلیون دلار را برای دو پروژه تولید انرژی در افغانستان منظور کرده است. بانک جهانی گفته است که هدف از این کمک تولید انرژی از منابع داخلی و تشویق سرمایه گذاری در بخش انرژی در افغانستان می باشد. به اساس گزارش بانک جهانی 98.8 میلیون دلار کمک این بانک در بخش تولید انرژی در پروژه تولید انرژی گاز شبرغان و مزار شریف سرمایه گذاری خواهد شد. در گزارش این بانک آمده است که افغانستان به انرژی بیشتر ضرورت دارد و این دسته جدید کمکی در بخش انرژی در بخش انکشاف آن گام بزرگ می باشد. وزارت مالی نیز این کمک را مهم میداند. نړیوال بانک د افغانستان یو ځانګړی او خاص ملاتړ کوونکی نهاد دی چې په مختلفو برخو کې زموږ سره کمک کوي. یو د هغه برخو نه د انرژي سکتور دی. په وزارت مالی کې موږ یو ریاست لرو د عامه او خصوصي مشارکت پر ریاست باندې. د دوی ټول هدف دا دی چې د حکومت او د خصوصي ترمنځ مشترک پروژې تطبیق شي. مسئولان در اتاق تجارت و سرمایه گذاری نیز از این کمک بانک جهانی قدردانی میکنند و تاکید دارند که این کمک سکتور خصوصی را در بخش سرمایه گذاری در پروژه های انرژی تشویق می کند.
زمونږ ډېر د سي کمپني دي چې دا اوس قراردادونه کړی دي کده غزان پر کمپني ده کده بیات کمپني ده چې دوی د دولت سره قراردادونه کړی دي او په خپل امکاناتو باندې غواړي چې د برق انرژي تولید شروع کړي. افغانستان در حال حاضر بیشتر برق مصرفی خود را از کشورهای همسایه مانند ازبکستان و تاجیکستان خریداری میکند. اکنون هم توجه کنید به نرخ ارزها در بازار امروز کابل. یک دلار آمریکایی 77 افغانی و 20 پول، یک یورو 86 افغانی، یک درهم امارات 21 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 85 پول، 1000 کلدار پاکستانی 499 افغانی و 1000 کلدار هندی 1100 افغانی. خبرهای ورزشی هم پس از وقفه. به خبرهای ورزشی خوش آمدید. تیم‌های میس عینک و کابل بازان به نیمه نهایی لیگ 6 دوی شکرکت افغانستان صعود کردند. دو تیم امروز در 12مین بازی فصل ششم رقابت‌ها و مساف هم رفتند که در پایان کرکت بازان میس عینک با کاپیتانی نبی ساخل موفق شدند تا کابل بازان را قاطعانه و با تفاوت 9 وکت شکست بدهند. با این پیروزی دو تیم 6 امتیازی شدند و صعود خود را به نیمه نهایی رقابت‌ها قطعی کردند. رقابت‌های لیگ 6 دوی شکرکت افغانستان از 6 روز به این سو با شرکت تمامی بازیکن تیم‌های ملی کرکت کشور آغاز شده است و قرار است تا 6 روز دیگر ادامه پیدا کند. تیم فوتبال آمو در رقابت‌های لیگ دسته یک فوتبال هرات در برابر کوثر با پیروزی رسید. دو تیم شنبه در هفته هشتم رقابت‌ها با مساف هم رفتند که در نهایت تیم فوتبال آمو با سختی توانست تا حریفش کوثر را با نتیجه 4-3 شکست بدهد و 3 امتیاز این دیدار را به دست بیاورد. در ادامه این بازی‌های امروز تیم‌های پیمان و جمی با مساف هم دیگر می‌روند. اکنون هم توجه کنید به وضعیت هوایی فردا. کابل آفتابی بلندترین درجه حرارت 24 پایین‌ترین 9، هرات آفتابی بلندترین درجه حرارت 24 پایین‌ترین 8، مزار شریف آفتابی بلندترین درجه حرارت 29 پایین‌ترین 9، جلال آباد آفتابی بلندترین درجه حرارت 34 پایین‌ترین 17، کندهار آفتابی بلندترین درجه حرارت 30 پایین‌ترین 11 و غزنی آفتابی بلندترین درجه حرارت 23 پایین‌ترین 5. سرویس خبری 8 شب هم در همین جا به پایان رسید.